با عرض سلام و ابلاغ ادب خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، امروز هم در حقیقت هشتمین روز است از پنجمین ماه از دوازدهمین سال سومین هزاره. سعید بهبانی هستم، در ساعت 12:20 به وقت غرب آمریکا، فینیکس در ایالت آریزونا که ساعت 3:20 است در نیویورک و واشنگتن در شرق آمریکا و هر کجایی که ساعت 3:20 است، 9:20 در اروپا، 8:20 در انگلستان و 10:20 در ترکیه. همطوری که روی صفحه تلویزیون ملاحظه می‌فرمایید، گفتگو می‌کنیم با آقای نوید اخگر، شخصیتی که به حال سالهاست هم می‌نویسه، هم شاعره، هم نویسنده است، هم دستی در امور مسائل خاورمیانه دارد. او برنامه‌ای دارد در تلویزیون ماهواره‌ای آسوست که مرکزش در سوئد است و روی هاتبرد اون برنامه پخش میشه، اون تلویزیون از طریق هاتبرد پخش میشه و ما که در اروپا در آمریکا هستیم محرومیم از دریافت اون برنامه، ولی دوستانی که در اروپا و ایران هستن مطمئنن برنامه ها رو دنبال میکنن و هدف اون تلویزیون هم در حقیقت مخاطب خودشو در بیان ایران جستجو میکنه. آقای نوید اخگر در اون برنامه‌ای که دارد، برنامه‌ای است که در حقیقت فرهنگی سیاسی، شاید بشه اسمشو بذاریم، یه برنامه فرهنگی سیاسیه و فعال اونجا کار میکنه و عرضم به حضور شما که بذار من این گوشی رو هم وصل بکنم که بعدها دچار مشکل نشم. اگه من این گوشی رو بتونم را بندازم کلی مسائل رو حل کرد. بله، همطور که عرض می‌کردم آقای اخگر در اون برنامه‌ای که داره با هنرمندان در حقیقت گفتگو می‌کنه و اونها رو از زاویه دیگری به جامعه ایرانی معرفی می‌کنه. اجازه بده که از طرف خودم و شما خوبان و علاقمندان سلام بکنم به آقای اخگر. آقا سلام بر شما. جناب سعید بهبهانی، و سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان تلویزیون شما و مردم ایران هر کجا که صدا و تصویر ما رو دارن. نمیشترم قربانت برم. عرضم به حضورت که یه قدری راجبون برنامه بگو ببینیم که اونجا هدفت از اون برنامه چیه، واقعا وقتی که این هنرمندان رو به اون برنامه میاری چه قصدی داری، از چه زاویه‌ای به اونا میپردازی. اینو از این جهت میپرسم برای اینکه همونطوری که در ابتدای برنامه هم عرض کردم، ما که در آمریکا هستیم محرومیم از اون دیدن اون برنامه. البته اون برنامه ها در یوتیوب قابل دسترسی است، میتونید دوستانی که علاقمند هستن در یوتیوب برنامه ها رو دنبال بکنن، ولی میخوام از زبان خودت بشنویم و ببینیم که خودت چه تعریفی داری و قصدت از ارائه اون برنامه ها چیه، از چه زاویه‌ای به این هنرمندان نگاه میکنی. ابتدا خدمت رو عرض میکنم سعید جون که شما محروم نیستید از دیدن این برنامه ها. برنامه های ما روی هم ساتلایت هاتبرد پخش میشه برای ایران، منطقه خاورمیانه و خدمت شما ارسد کشورهایی که فارسی زبان هستن میتونن گوش کنن، و هم مستقیما بر روی اینترنت و جلوایز. آره، یعنی جلویز هم هستین، آسوست روی برنامه جلویز هم پخش میشه. یعنی صفحه دوم جلویز که برید، صفحه جلویز رو که باز بکنید روی لیست صفحه تلویزیون ها نوشته آکاتا تیویز، اون روی که کلیک کردید صفحه دوم تلویزیون ها باز میشه و اونجا تلویزیون آسوست هست که مستقیما برنامه های ما رو در سراسر جهان میتونید روی اینترنت تماشا بکنید، و علاوه اینی که ما روی ساتلایت هاتبرد هم هستیم. برنامه ما 3 نوبت شب های جمعه پخش میشه سعید جون، و برای ایران مستقیما، مخصوصا به این خاطر که میخوایم فرهنگ سکولار ایران رو، همونطور که اطلاع داری، خود بینندگان تلویزیون شما اطلاع دارن، با بدن اسلامی روی کار که 33 سال هست داره خدمت شما رسد، فرهنگ روزخونی و عزاداری و تو سرکوبیدن و خون و خنجر و خدمت شما رسد ترورش رو ادامه میده، ما تصور کردیم و فکر کردیم که صدای هنرمندان سکولار ما واقعا به گوش نمیرسه. خیلی از تلویزیون ها هستن که کارهای تبلیغاتی روی مثلا هنرمندان ما انجام میدن، نه کار سیستماتیک فرهنگی که مرتب هنرمندان ما رو فعالانه به مردم. این
به اصطلاح تم یا این فضای سکولار رو ببرن توی خونه ها و اجازه ندن که هجوم فرهنگی به اصطلاح اسلام سیاسی و اسلام ارتجاعی خمینی و خامنه‌ای تمام فضا رو تسخیر بکنه و مردم رو در غم و اندوه و خدمت شما ارشد اینها فرو ببره و مردم رو از رقص، از شادی، از پایکوبی، از خدمت شما ارشد زندگی محروم بکنه. برنامه واژه‌ها و نواها در تلویزیون جهانی آسوست حدود 9 ماه قبل شروع شد. ابتدا من خودم تصور نمی کردم که این برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. چراییش هم این بود که همونطور که خودت میدونی فاصله زمانی سوئد و آمریکا بسیار زیاد، یعنی ما ساعت مثلا 4 بعد از ظهر که میخواییم برنامه پخش بکنیم حدودا میشه ساعت 18:30 به وقت ایران و میشه ساعت 7 صبح شما. یعنی ما اگر به یکی از دوستان هنرمند در لس آنجلس زنگ بزنیم و بگیم میخواییم با شما برنامه داشته باشیم، ایشون باید ساعت 5 صبح از خواب بلند شه، یک آماده سازی ها و خدمت و کارهای تدارکاتش رو بکنه که بتونه جلوه دوربین بشینه خدمت و با ما صحبت داشته باشه. من تصور میکردم که یک همچین چیزی در دراز مدت انجام نمیشه، شاید چند ماهی پیش بریم و بعد دیگه نتونه این برنامه، بچه ها نتونن صبح به این زودی بلند شن و بیان روی خط. وقتی که انجامش دادیم دیدیم واقعا ما اشتباه میکردیم و اشتباه بسیار فاحشی هم میکردیم در اون اقتدار سیاسی فرهنگی که این بچه‌ها در وجودشون دارن و برای عرضه این فرهنگ به ایران، به هموطنانشون و به خدمت شما عزت جامعه فرهنگی ایران به نسل مجموع چقدر کوشا هستن. به هر کسی زنگ زدیم تا به حال هیچ کس نشده که نیاد یا خدمت شما عزت عذری داشته باشه، بهانه‌ای داشته. به هر کسی با آغوش باز اومدن و خدمت شما برنامه ها رو انجام دادن. رفتیم شب‌های جمعه به خونه‌های مردم ساعت 18:30 و روزهای جمعه همچنین این برنامه مجددا پخش میشه که مردم ایران استقبال بسیار شایانی کردن از این برنامه ها و هنرمندان خودشون رو، اونهایی که واقعا باهاشون خاطره داشتن، نوستالژیک میتونست خاطره هایی رو زنده بکنه براشون، اینها پیام میفرستن، میل میفرستن، از طرق مختلف خدمت شما تشویق و ترغیب میکنن و دوست دارن که این برنامه ها رو خدمت شما ارشد ببینن. آره، خصوصا که اینا غالبا هم در اون ور آمریکا، در غرب آمریکا هستن و درست میگی، یعنی ساعت 6:30 بعد از ظهر تهران میشه 6 صبح لس آنجلس و این خیلی ساعت زود، صبح زوده برای اونایی که در اون ور هستن و این هنرمندانی که به حال کاراشون هم خب شبانه است، یعنی اینا معمولا برنامه هاشون رو شب انجام میدن دیگه و اینه که اون موقعی صبح هم آماده بودن برای این، نشون میده که برنامه موفقیه دیگه، پذیرفتن شما رو به عنوان یه معرف خوب و من از این بابت خوشحالم و به شما تبریک میگم که تونستی یه چنین کاری رو انجام بدهی. بعد حول چه موضوعاتی صحبت میکنی توی برنامه‌تون؟ ببینید تلویزیون جهانی آسوست یک تلویزیون فراحزبیه، یک تلویزیون حزبی نیست که بگیم یه ختمش مشخص ما داریم اینجا و باعث اون ختمش حزبی رو انجام بده، همچین چیزی نیست، بلکه این تلویزیون یک تلویزیون سکولار هست. اجازه میده که خدمت شما هست، شاید تنها ما یک محور داشته باشیم و اون محور هم این هست که ما هوادار جمهوری اسلامی نیستیم، ما برای سرنگونی جمهوری اسلامی کار میکنیم، ما ضدیت خاص داریم با فرهنگ اسلام اقتدارگرای سرکوبگری که 33 سال مردم ایران رو کشته و به زنجیر کشیده و به سلابه کشیده و شکنجه کرده و در کهریزک ها به اون صورت در آورده و مردم رو تو داغونا سرکوب کرده. ما با این رژیم موضع داریم، در جلوش ایستادیم و مبارزه میکنیم. یک نوع از این مبارزه، مبارزه فرهنگی ما هست. رفقای دیگمون خدمت شما هستن در همین تلویزیون به نوع دیگری به لحاظ سیاسی میتونن خدمت شما هستن یا دارن انجام وظیفه میکنن و ما هم در کادر فرهنگی به این انجام وظیفه پرداختیم. برنامه سکولار ما ختمش تعیین نمی کنیم برای هنرمندانی که میان، هر هنرمندی دوست داره خدمت شما راجع به مسائل سیاسی صحبت بکنه با کمال میل صحبت میکنه، اونی که دوست نداره فقط میخواد راجع به مسائل هنری صحبت بکنه اون هم صحبت میکنه. بعد در یک نقطه ما با هم دیگه همه مشترکه. اگر یادت باشه سعید، یک بیانیه‌ای قبل از اینکه زندیات شاملو بره یک اطلاعیه دادن که 140 نفر اون اطلاعیه به این نام بود که ما
نویسنده هست. هیچ کسی هم از هیچ کسی نپرسیده بود آیا شما نویسنده راستید، چپید، میانید، لیبرالید، خدمت شما هست، مسلمونید، یهودید، هیچ کس نپرسید. حدوداً فقط ما نویسنده هستیم. درست. ما در همین تلویزیون و در این برنامه واژه‌ها و نواها این رو مطرح کردیم. ما هنرمندیم و در یک نقطه با هم دیگه مشترکیم. در این به آزادی برسیم، به سکولاریسم برسیم، به خدمت شما ارشد دموکراسی برسیم و مخالفت صریح و ضدیت صریح داریم با جمهوری اسلامی. ولی اونی که نمیخواد بیاد خدمت شما ارشد این ضدیت رو صریحا اعلام بکنه ولی در جونش داره، در کاراش داره، با نوع مثلا حرکت سکولاری که انجام میده داره، ما اون رو مجبورش نمیکنیم که بیاد در کنار ما این موضوع رو بگیر. یعنی آزادی وجود داره در حقیقت، همه آزادن که حرف خودشون بزنن. هر کسی آزاده که حرف خودش رو بزنه. و خدمت شما ارشد این تلویزیون یک تلویزیون واقعیست، با این خاطر که این این رفقایی که در اونجا هستن حداقل به ما که حزبی نیستیم و در کنار اینها داریم کار میکنیم اجازه میدن که بیایم و خدمت شما ارشد این برنامه ها رو به این صورت به مردم ایران ارائه بدیم. بسیار خوب، این یه معرفی جامعی بود از برنامه های خود در اون تلویزیون. اما به عنوان یه در حقیقت شما یه آدم چند وچی هستی، یه وچه نویسنده شاعر هستی، یه وچه تم در حقیقت دنبال میکنی مسائل ایران رو، این شرایط امروز ایران رو چجوری میبینی؟ این اختلافاتی که درون اینا وجود داره تا چه حد جدی میبینی اینا رو؟ آیا اختلاف جدی میبینی یا فکر میکنی که اینا نمایش نمیدونم سیاوازیه، بازی دارن میدن مردم رو؟ چجوری؟ آیا اختلاف ها واقعا جدیه یا اینکه یه دعوای ظاهریه؟ دعواها جدیه، یعنی اینکه از ابتدا هم جدی بوده، ولی این جدیتی که گروه ها یا به اصطلاح دسته های مختلف حکومتی از در درون خودشون نسبت به همدیگه نشون میدن بستگی به این داره که تا چقدر موجودیت کلشون رو تهدید بکنه. اینجوری خدمتتون عرض بکنم که اگر یک سمبولیک یک مثالی بزنم، یک پیاز رو در نظر بگیرید. این رژیم جمهوری اسلامی از روزی که وارد صحنه شد مثل یک پیاز ورقه به ورقه تمام گروه ها، قشر ها و سازمان های سیاسی رو از بین برد. یعنی ابتدا اومد چسبید به مسئله روسری توسری زنان، بعد چسبید به سازمان های سیاسی، سرکوب سازمان های سیاسی، سرکوب آزادی اجتماعی، سرکوب زنان، اقلیت ها، سرکوب خدمت شما ارشد کردها از یک طرف، بلوچ ها و خدمت شما ارشد آذری ها از یک طرف، یک سرکوب گسترده در سطح کشور جریان در درون خودش تضاد داشت. گروه هایی که در درون خودش بودن یک دست نبودن. این گروه ها مشخصا می آمدن که در دراز مدت با هم دیگه تضاد هاشون علنی بشه که شد. اما از اینی که مثلا فرضاً یکی در اون رأس مثل مثلا فرضاً آقای ولی‌صدر داشته باشن که با یک تفکر نیمه لیبرال مثلا فرضاً به اسلامش یا به قرائت اسلامیش فکر بکنه، یا آقای بازرگان یا شما دیگران، حتی طالقانی. چیزی که در حاکمیت نشسته بود یک تفکر کاملا قرون وسطایی، یک تفکر عمیقا ارتجاعی ضد زن و عقب گرا حاکم شده بود. این به اصطلاح قدرت دولتی بایستی سکوهای خودش رو که به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ فرهنگی هم از اینی که در خارج کرد گروه های سیاسی رو و چیزها، در درون خودش بایستی تصفیه کرد. این پیاز رو مرتب کند، پوستاش رو، تا رسید به مغزش، تا رسید به حتی خدمت شما ارشد رفسنجانی، تا رسید به خدمت شما ارشد سید حسین موسوی، کروبی، تا به اینجاها. در صورتی که ما اگر همین موسوی رو، همین کروبی رو، همین رفسنجانی رو در کنار خامنه‌ای، احمدی نژاد و غیر ظالم قرارش بدید، اینها در یک نقطه با هم دیگه مشترک، در سرکوب، در کشتار، شکنجه. چرا؟ ابتداءً این کشتاری که اینا ازش صحبت میکنن نهادینه شده در بطن قرآن و تفکر و جوهره مذهبی اینهاست و از طرفی اینها تجربه زمان شاه رو به لحاظ سیاسی دارن. یعنی میدونن اگر فضا رو حتی 2 درجه باز بکنن
بعدن چا روی مسئله حقوق بشر کارتر یک مقدار انعطاف نشون داد، صریحا افتادن. پس بایستی با تمام قوا بکوبن. برای کوبیدن این مسئله احتیاج به ابزار تنها نمیتونن با سپاه پاسداران و برادران زار الله و جند الله و لباس شخصی و خواهران زینب بکوبن. بایستی بمب اتم داشته باشه، یعنی اینکه جامعه جهانی رو به چالش هر وقت دنیا آمد جلو آقا چرا سرکوب، آقا چرا حقوق بشر رعایت نمیشه، آقا چرا، اون رو بچرخونن دور سرشون نسل و کشورها رو به عقب برونن، به این خاطر که خلیفه‌گری هزار ساله‌ای رو که فکرشو کردن میتونن در منطقه استوار بکنن، یا مثلا بعدن به این فکر هم افتاده بودن که ما بعد از اینی که شوروی سابق بیشتر هم ریخت، ما میخوایم خدمت شما ارشد مجددا یک فضای جنگ سرد با جامعه غرب به وجود بیاریم. این به اصطلاح فضای فکری جمهوری اسلامیه تا به اینجا امروز. و همونطور هم که اطلاع دارید جامعه جهانی هم اومده خدمت شما ارشد عکس العمل نشون داده. یک سوال خیلی خوب مطرح هست و همیشه روشن جلو چیزها میاد، جلو انظار میاد، این هست که ما به عنوان نیروهای فرهنگی، به عنوان شاعر، نویسنده، به عنوان حتی خدمت شما ارشد روزنامه‌نگار، تحلیلگر سیاسی و رساله هازا بایستی از خود سوال میکردیم که درست که سازمان های سیاسی ما هم از راه میانه یا هر کسی دیگری آمد جلو و موضوع گیری های کردی خرداد 60 مبارزه مسلحانه و خدمت شما ارشد بخشن مبارزات قهری رو مطرح کردن، اینها ما به عنوان نیروی فرهنگی چه کردیم؟ در حمایت از خطوط درستی که میتونه به یک نتیجه مستقل و کامل برای رسیدن به آزادی و دموکراسی بیانجامه در دیدیم یا نیازیم؟ به جهانی چه گفتیم؟ مثلا بطور مثال خدمتتون عرض بکنم، من 12 سال به عنوان مفسر سیاسی خاورمیانه در رادیو اسرائیل کنار آقای منشی امیر و خانم فردوشرام کار میکردم، بعدا به تلویزیون آسوسک اومدم، حدود 2 سال و نیم 3 سال الان یا مطرح میکردیم، حتی زمانی که حتی مجاهدین مسئله نطنز و عراق میکردن، ما بر روی اتمی شدن رژیم جمهوری اسلامی و خطر اتمی شدن و تهدید جهانیش تاکید میکردیم و این مدارک هست بر روی اینترنت، روی سایت خودم اینا موجود هست و میبینید که حساسیت جامعه فرهنگی ایران روی بمب بسیار شدید بود تا اینکه مثلا فرضاً مجاهدین آمدن نطنز و عراق رو که مطرح کردن، یک دفعه جامعه جهانی از خواب بلند شد، متوجه شد که جامعه به چه صورته و حرفایی هم که ما در گذشته می‌زدیم اینها درسته و صحت داره و واقعا خطر جدی است مسئله بمب اتم رژیم جمهوری اسلامی. بعدن اومدیم با فکر کردیم باز متعددن که خب حالا مکانیزم‌های میشه این جمهوری اسلامی رو بس بشه، مثلا با ایران مثل آفریقای جنوبی از زمان آپارتاید رفتار کنیم، هم از راه از میانه ریختن سر ما، چپ بهمون میگفت که شما به کار خدمت نیروهای کار جامعه به اصطلاح توجه ندید، چرا که اگر تحریم انجام بشه به طبقه کار اکثرا سرطن طلبا در این برهه بودن که میگفتن ما خودمون البته میگفتن ما خودمون ارتباط اقتصادی داریم با رژیم، اگر همچین تضادی رو مطرح بکنیم که با ایران مثل آفریقای جنوبی رفتار بکنید اساسا نمیتونیم کار بکنیم، ما اقتصاد رو خودمون میخوابه. حتی مجاهدین، من این کتاب دارم تو اینها رو هم نوشتم، یعنی به صورت کتاب دادم بیرون، اینا مدارکش هست، مجاهدین میگفتن ما نمیتونیم ما صد میخوایم، 75 بخوایم، 75 بخوایم، یعنی ما نمیتونیم پشت سر سیاسی مثل آفریقای جنوبی رفتار کنیم بریم، یعنی ایران رو بایکوت کنیم به صورت سیاسی، اقتصادی، نظامی، حتی خدمت شما اصلا نفتی و تسلیحاتی مثل آفریقای جنوبی، همونطور که جامعه جهانی کرد. این رو به مجاهدین که میگفتیم میگفتن نفس میزدن، میگفتن 75، که من در جواب بهشون گفتم که آقا شما وقتی که این کار رو میکنید آیا اعتقاد ایدئولوژی خودتون که طرفدار حسین هستید یا نه، آیا حسین شما رفت مثلا به صحرای کربلا که 75 بذاره یا 100 بذاره؟ امروز همه این نیروها رسیدن به اینجا که بله این تئوری ما و این طرح ما درست بود، در این که رژیم جمهوری اسلامی بایستی توسط جامعه بین‌المللی با جهانی بشه تا اینکه مردم امکان پیدا کنه و تا انقلاب صورت بگیره و مردم ایران به دموکراسی برسن.
این مثلا فردن یکی از طرح‌های ما که جامعه جهانی به اینجا رسیده که میخواد بیاد و خدمت شما ارسد، قدم‌های موثری که در رابطه با مسائل تجاری یا بانک‌ها یا خدمت مثلا اینها برداره. هنوز این کارهایی که کردن خوب است ولی کافی نیست و بایستی بیشتر بسیار خوب. خب من متشکرم، مرسی. بعد عرضم به حضور شما که جنابی جان یه مشکلی ما در ارتباط با صدا داریم، یعنی اینکه صدای شما گهگاهی هست گهگاهی ضعیف میشه. بذار من یه کاری بکنم، شاید ما بتونیم یه بار دیگه با شما ارتباط بگیریم، شاید این نقیصه رو برطرف بکنیم. آفرین بر من یه مشکلی هست، به حال امیدوارم که این برطرف بشه. از طرف کامپیوتر من چیزی قطع نشد اینجا ها. نه ولی صدای شما میریزه، گهگاهی صداتون میریزه و کم میشه، ضعیف میشه، اضافه میشه و به حال این مشکل اینترنت دیگه، کاری نمیشه کرد، دست ما نیست. عرضم به حضورت که بسیار خوب، اجازه بده که برگردیم به سر موضوع و شما راجع به این داستان خلیفه‌گری صحبت کردی و گفتی که اینا در تفکرشون هستش که خلیفه‌گری را بنزن. خب میبینی که فعل واقع ممکنه تو تفکر و آدمه چنین چیزی باشه یا آرزوی داشته باشه، ولی خب ما در کنار این مثلا ظهور طالبان رو داشتیم و سلفی ها رو داریم، عربستان سعودی خودش در حقیقت به عنوان خادمین حرمین شریفین، نمیدونم اونا خودشون یک سر ادعا دارن، یه مدعی هستن، اونا هم سر بازی هستن و در نتیجه شیعیان که خب کمتر تعدادشون و خصوصا که اون اختلاف بین اعراب و ایرانی اون وجود داره، اون فقط این ما نیستیم که مثلا فرض کنیم که از عرب بدمون میاد، عرب هم همین نسبت رو همون حس و نسبت به ایرانی دارن، پس بنابراین اینا در اون فاز هرگز موفق نیستن و نبودن و نتوانن، به همین دلیل هستش که میبینی که به سمت مثل سازمان حماس و غیره میرود. مثلا یه فاز داستانشون مثلا حزب الله در لبنانه، یه اون قوی ترین شاخه شیعه شون حزب الله لبنانه، ولی در قبالش مثلا حماس هست و سازمان های مقاومت فلسطین و غیره وجود صاف و همه اونا هم اون طرف قضیه هستن. بنابراین این خلیفه‌گری من فکر نمی کنم که در حقیقت اینا بتوان، به همین دلیل هم هستش که نگاه میکنیم هر چند وقت دفعه یه کنفرانس وحدت اسلام تشکیل میدن و از کشورهای مختلف دعوت میکنن بیرن. درست میگی تلاشش این بوده که خودشو بکنه مرکز سق، ولی این توان برایش وجود نداره، نمیتواند در این زمینه پیشرفت بکنه. بس راجع به مسئله اتمی ایران کردی و اینکه سازمان مجاهدین رو داستان رو اعلام کردن و دنیا هم مقابله میکنه. الان خب اینا دارن صحبت میکنن و میگن که در استانبول به یه توافقی رسیدن. تو استانبول به نظر تو به چه توافقی رسیدن تو استانبول که حالا قراره در بغداد انجامش بدن دوبارش؟ بله این صحبت ها رو حتی خدمت شما ارشد اتحادیه اروپا گفته که در وین در رابطه با مسئله اتمی صحبت بکنید، در عراق برید به توافق برسید. به نظر من هیچ توافقی با رژیم جمهوری اسلامی نمیتواند صورت بگیره. ببینید چراییش در اینجاست که اگر رژیم جمهوری اسلامی یک و یک قدم عقب بشینه توی توافق جهانی، دقیقا میره زیر این تعهد که نیز در رابطه با مسائل حقوق بشر، نیز در رابطه با تروریسم، نیز در رابطه با با من صدای شما رو ندارم متاسفانه، صدایی ندارم از شما. نه الو. بله بله صدای شما رو الان داری. خب چرا به چه دلیل میگی به توافق نمید؟ اینا خودشون میگن که ما خوشحالن، میگن ما به توافق رسیدیم و مثلا در همون ماجرای استانبول یه لحظاتی در ایران تا قیمت دلار رو نمیدونم سکه و ارز و همه چی و اومد پایین، البته دوباره برگشت بالا، ولی مدعی بودن که خب در
اونجا ما به توافق رسیدیم بنابراین ما ارتباط برقرار میکنیم با آمریکا و غیره و ایران بهش میشود. خب چرا میگی که اینا نمیتوانن با اونا ارتباط برقرار کنن؟ دلیل چیه؟ علتش در اینجاست که ابتدا هم خدمت شما رسد خود کل سامانه رژیم جمهوری اسلامی و ولایت فقیه چنون کاپاسیتی ندارد که حتی بتونه 2% خودش رو با چه به لحاظ داخلی مردم خودش به دموکراسی برسه و چه با جامعه جهانی بتونه خدمت شما رسد به یک توافقاتی برسه. چراش در اینجاست که اگر رژیم جمهوری اسلامی به یک همچین توافقاتی در ترکیه یا بغداد بتونه برسه، یعنی یک گام جامعه جهانی به جلو رفت. یعنی اینکه فردا 2 مرتبه جامعه جهانی میاد در مورد حقوق بشر باهاش صحبت میکنه، باید یک گام بره به عقب. یعنی اینکه شلاق و تسمه و شکنجه و خدمت شما شد کشتار و اعدام رو اگر از دست رژیم جمهوری اسلامی توی جامعه ایران بگیرند، یعنی رژیم جمهوری اسلامی افتاده است. یعنی یک قدم حتی توی چارچوب حقوق بشر عقب، حتی بگی که مثلا فردا دیگه به موی سر تنها به لاک کار ندارم و براشون لشکرکشی برای زنها تو خیابونا نمی کنم به عنوان نیروی نظام، خیال مثلا فردا این نیروی زنی که توی خیابون داره مرتب سر کار زندگی میکنه، تو جامعه خرید میکنه و به اصطلاح حضور داره، اینها نیروی نظامی هست، برای اینها خدمت رو گارد میذاره، برای اینها خدمت رو لشکرکشی میکنه که به لاکشون برسه، به موی سرشون، به رنگ لباسشون و به تمام اینها. یک گام فقط همین چارچوب ها، حتی کشتارش هم لغو نکنه، یک گام عقب بشینه، یعنی اینکه کاپاسیته ای رو در درون خودش به وجود آورده که از درون و بنیادن. یک مثال دیگه میزنم، شما بگید که جامعه جهانی با اینها توی بغداد و توی ترکیه به توافق رسیدن، باشه، ما استقبال برای آقای خامنه‌ای کف میزنیم که برو به توافق اتفاقا دستت بذار تو دست جمهوری، تو دست و خوب به توافق. توافق چیه؟ اینه که ما فتیله جنگ لبنان بر علیه اسرائیل باید بکشی پایین، یعنی دیگه اون کار در با رسوندن سلاح حسن نصرالله، رسوندن سلاح به جهاد اسلامی، موشک باران خدمت و اسرائیل داریم مرتبا ادامه بدیم. نقطه بعد که آقا حالا رسیدیم، بیایید به خدمت شما ارشد، شما دیگه دنبال غنی سازی اورانیوم 100% نرید، بعد ما اورانیوم رو غنی میکنیم میدیم دست شما برای مصارف برقتون، برای مصارف کشاورزیتون، برای مصارف پزشکیتون استفاده بکنید. رژیم جمهوری نمیتونه عزیزم، روی هیچ کدوم از این فاکت ها رژیم نمیتونه به توافق برسه. یعنی اگر رژیم شما شلاق از دستش بگیرید تو شکنجه‌گاه ها، اعدام اونا از دستش بگیرید، چادر یا بچک زنها رو از سرشون بردارید توی خیابونا، یعنی عدم باشی کامل نظام جمهوری اسلامی که بر تمام این استوانه ها برپا شده. پس آن چیزی که رژیم میاد تبدیله یک تبلیغ کاذب و میدونه فقط برای زمان خریدنه. خیلی خوب، حالا بذارید سوال دیگه اینجوری بپرسم. ما البته همچنان این مشکل رو داریم با شما، ولی بپرسم حالا اگر که در بغداد فرض کن که اینا به اون جمهوری اسلامی حاضر نشد، چون که اینا طرحشون در حقیقت اینه که ما غنی‌سازی رو نگه می‌داریم، به در مثلا پارچین رو باز میکنیم. امروز هم که یه نفر رو در حقیقت از ماموران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو ظاهراً در یه تصادف رانندگی که از برمیگشت از عراق کشته شده و به سرعت این شایعه هم پخش شده که آقا اینو کامینیش کردند و کشتندش، این یارو مامور چینی بود، کره‌ای بود، کجایی بود، این رو هم از بین بردن. حالا من سوالم اینه که اگر که اینا به توافق نرسن و بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چجوری میشه به نظر شما ایران ها رو چیکار میکنن؟ چه جامعه جهانی چه برنامه‌ای برای ایران خواهد داشت؟ ببینید، تا جایی که مثلا فرضاً به کشورهای مثل اسرائیل برمیگرده، اسرائیل تقریبا بسیار شدید داره.
تصور نمی کنم این از کامپیوتر من باشه. الو و من جا به کامپیوترم هم عوض کردم اشکال هست. بله بله بفهمید. بسیار میخواستم بگم خدمتتون عرض بکنم که چه اتفاقی میفته اگه در عراق بعضی از کشورها هستن که تهدید جانی دارن، یعنی خودشون رو مورد تهدید حس میکنن، مثل مثلا فردن اسرائیل. اسرائیل نمیتونه خدمت شما ارشد جمعیت 6 7 میلیونیش رو بذاره تحت اختیار مثلا فرزن حدس‌ها و گمان‌هایی که احتمالاً میشه با توافقاتی با رژیم جمهوری اسلامی انجام داد و اونها رو منصرف کرد از اینکه اسرائیل رو از روی نقشه جهان حذف بکنن. این کار رو نمیتونه بکنه. مشخصا هم از آقای اهود براک که فرد بسیار به اصطلاح فعالی هست در رابطه با مسئله حقوق بشر، تا آقای شاول موفاز، تا آقای خدمت شما ارشد نخست وزیر اسرائیل، اینها تاکیدشون بر این هست که ما تهدید جانی داریم از طرف جمهوری اسلامی. حق هم دارن. چرا حق دارن؟ به این خاطر که 6 میلیونشون رو هیتلر توی جنگ جهانی دوم کشته و اینا هم بیشتر از 5 6 میلیون آدم اونجا ندارن و اگر یک بمب اتمی روی اون به اصطلاح منطقه منفجر بشه، خب مشخصا تمام کشور اسرائیل نیز نابود خواهد شد. اینها شدیداً تأثیر میذارن روی دیپلماسی بین المللی. از طرف دیگه خود جامعه بین المللی و مخصوصا آمریکا و اروپا هم تاکیدش بر این هست که بعد از مسئله 11 سپتامبر دیگه نمیتونه هیچ گونه تروریسم رو بپذیره. همین چیزی رو که امروز رژیم جمهوری اسلامی تو لبنان گذاشته رو دست جامعه جهانی رو شما تصورش بکنید. قبلا اساسا شیعه ها توی لبنان قدرتی نبودن، سنی ها بودن، اونم سازمان عمل بود و خدمت شما هست صحبت های دیگری. امروز چنان این شیعه ها رو آوردن بالا رو کردن که اصلا سنی ها پس زدن و عقب رفتن. اصلا عمل و اینها خدمت شما هست کاری نیستن در لبنان با پول و خدمت و سرمایه که رژیم جمهوری اسلامی ریخته. من صدامو دارید هنوز؟ بله بله بله، نه درست داره. جامعه جهانی الان به اینجا داره رسیده که داره صحبت میکنه، میگه آقا جون شما همون اتفاقی که سعید عزیز در جنگ جهانی دوم روی ایران افتاد در زمان خدمت شما ارشد رضا شاه، تقریبا همون اتفاق داره روی ایران میفته. اون زمان چه اتفاقی افتاده بود؟ اتفاق بر این مبنا بود که جنگ جهانی دوم شروع شده بود، از یک طرف موسولینی رفته بود خدمت شما ارشد توی کانال سوئز رو میخواست بگیره، از یک طرف هم کلیه مستشارهایی که زیر نظر خدمت شما ارشد رضا شاه توی ایران کار میکردن مستشارهای آلمانی بودن. جامعه جهانی میگفت آقا جان جنگ جهانی دومه، هیتلر هم داره میاد میخواد بره تنگه هرمز رو بگیره. اگر هیتلر تنگه هرمز و موسولینی تنگه کانال سوئز رو بگیره، خفت جامعه جهانی رو گرفته و ما رو خفه خواهد کرد و جنگ رو خواهد برد و بیا به داد برس. و رضا شاه توجهی نمیکرد. همین برنامه امروز داره اتفاق میفته. جامعه جهانی میگه آقا جان ما مثلا فرضاً جنگ سرد رو خاتمه دادیم، امروز شما اومدید چیزی به نام اسلام علم کردید و این اسلام شما امروزه مشخصا یک تهدید بین المللی دیگه محسوب میشه. تهدید فقط بر علیه جامعه ایران نیست یا پاکستان یا غیر و ذالک. این تهدید رو بردارید. تا روزولت و چرچیل و خدمت شو استالین نیومدن ایران و رضا شاه رو برنداشتن و اون مسائل اتفاق نیفتاد، مسئله خاتمه پیدا نکرد. و امروز هم جامعه جهانی به اینجا رسیده که آقا جون این تهدید بین المللی چرا گوش نمی‌کنید؟ ما نمیتونیم بعد از این که جنگ سرد خاتمه پیدا کرده و تمام خدمت شما از تجهیزات اتمی رفته زیر علامت سوال، مجددا بیایم یک خاورمیانه درست بکنیم که همشون خدمت شما دنبال ما با اتم باشن. خب بعد امنیت ما چی؟ ما دیگه توی نه واشنگتن میتونیم تو کاخ سفید راحت بخوابیم، نه تو کشورهای اروپایی، نه حتی خدمت شما توی کرملین و این طرف و طرف. این حرف جامعه جهانیه. رژیم جمهوری اسلامی گوش نمیکنه. چرا؟ چون میخواد هم جنگ سرد داشته باشه، هم اسلام خلیفه‌گری داشته باشه، هم میخواد
تسلط شیعه و هژمونی شیعه رو بر سنی ها توی منطقه برقرار بکنه و هم میخواد کشورهای منطقه و عرب ازش بترسن. از صبح تا شب نشسته اونجا تو خلیج فارس داره موشک های کوتاه بردش و دور بردش و میان بردش رو شلیک میکنه به نام محمد رسول الله به طرف این کشورها. اینا هم نشستن مثل بید مجنون دارن میلرزن، میگن آقا شلیک نکن. میگه با خدمت شما ارشد نام محمد رسول الله برای صلح و دوستی، این موشک‌ها رو داره شلیک میکنه. خب بابا جامعه جهانی با چیکار بکنه؟ دو راه بیشتر نداره، یا بگه آقا جون اینشون اینا رو تحریم بکنید و دستشون رو ببرید از نفت، از خدمت شما ارشد، از بنزین و از مسائل نظامی و اینها، و اجازه ندید اینها تو این مسائل رشد بکنن. حزب الله لبنان رو مثلا فرضاً محدودش بکنید، حماس رو از یک طرف، جهاد اسلامی رو از یک طرف، اینها رو محدود بکنید، سوریه وضعش به این صورت در تنشون توی دادگاه‌های بین‌المللی. این نتیجه کل جریان بود. یعنی شما داریم میری به سمت این که میگی که ما به سمت یک جنگ جهانی داریم میریم دیگه، یعنی ایران وارد جنگ خواهد شد، یه چیزی لشکرکشی. جنگ جهانی، جنگ جهانی نه، اتحاد جامعه جهانی بایستی به جایی برسه که این رژیم جمهوری اسلامی که یک تهدید بر علیه مردم ایران، بر علیه مردم منطقه و بر علیه مردم جهان هست، بشینه سر جاش، از قدرت بره پایین و خدمت شما ارشد دموکراسی در اون کشور حاکم بشه. ما نمیتونیم سالهای سال بشینیم خون بدیم و بگیم خدمت شما ارشد رژیم باشه. چرا؟ چون احتمال داره خدمت شما ارشد بدتر بشود. همچی چیزی مسئله مردم ایران حل نمی کنه. من همیشه معتقد بودم، همیشه گفتم، از دهه 60 گفتم، از 30 خرداد 60 گفتم، تنها راه مبارزه با این رژیم جمهوری اسلامی، در کنار این که ما میتونیم مثلا تظاهرات و اعتصابات کارگری داشته باشیم، سازماندهی کارگری داشته باشیم، نیرویی داشته باشیم، سازماندهی خدمت شما ارشد فرهنگی داشته باشیم و قصه آزاد داشته باشیم، تنها راه مبارزه با این رژیم جمهوری اسلامی جز مبارزه قهری و مسلحانه هیچ دیگه نیست. به این رژیم به هیچ نوع دیگری پایین نمیاد. بسیار من خیلی. پس بنابراین ما نتیجه‌ای که از این فرمایش شما میگیریم همینه دیگه، یعنی این که جامعه جهانی تمام قد جلوی اینا قرار خواهد. ولی خب از یه طرف چین و شوروی و اینا رو داری، اونا رو چه پاسخی برش میدی؟ هر بار که میخواد اینا این کار بکنه، خب اونا میگن که نه، یعنی حتی چینی ها میگن که ربطی واجرا به ما نداره، یه موضوع اختلاف آمریکا چرا در بحث تجارت ما وارد بشه. یعنی چین و شوروی و اینا هم به حال به عنوان کشورهایی که عضو شورای امنیت، عضو ثابت شورای امنیت هستن، حق وتو هم دارن، خب پاسخ اونا چیه؟ اونجا اون مشکل رو چجوری میبینی؟ خب به نظر من پرداخت اتحادیه اروپا و آمریکا بایستی به قدری باشه که چین و روسیه براشون نصرفه که روی جمهوری اسلامی سرمایه گذاری بکنن، همین. و این کار رو آمریکا و اتحادیه اروپا هنوز نکرده. خب نمیتونه، اتحادیه اروپا خودش مشکل مالی داره، چجوری میخواد این کار رو انجام بده؟ خود اتحادیه اروپا مسئله مالی داره. الان مثلا انتخابات در فرانسه همه صحبتش بر سر همین قضیه است. توافق مثلا مرکل سارکوزی رو الان همین آقای اولان قبول نداره، میگه که نه ما چنین کاری نمیکنیم. اروپا دوچار مشکل مالیه، چجوری میتونه که بیاد به اونا حق بده، یعنی باجی بده یا حقشون رو؟ باج نه، این گفتم به صورت تکیه حل نخواهد شد. یعنی وقتی میگم اتحادیه اروپا، کل اروپا بایستی توی خرید فروشاش با چین و با روسیه چنان عمل بکنه که برای اینها نصرفه که چین و روسیه برن خدمت شما ارشد دست بذارن به پشت رژیم جمهوری اسلامی. همچنین آمریکا در این ارتباط که خدمت شما ارشد تا به حال انجام ندادن این کارها رو
برمیگرده به این که خدمت شما هست چقدر در گذشته اینا وابستگی اقتصادی داشتن و هنوز دارن از اون از اون وابستگی ها بهره برداری اقتصادی میکنن و اسمش هم گذاشتن مماشات. مماشات میکنیم یا در گذشته میگفتن گفتگوی انتقادی میکنیم، هم ارتباط اقتصادی مون رو داریم، هم که خدمت شما هست ازشون نقد میکنیم که حالا اینجا رو یکم کمتر بکشین، اونجا رو یکم کمتر بمب به طرف اسرائیل پرتاب بکنید، کمتر بمب و موشک به طرف به حسن نصرالله بدید یا به نیروهای در درون عراق یا افغانستان یا خدمت شما هست حتی یمن. صحبتشون در این بوده. ولی اگر بیاد یک سرمایه‌گذاری درست و اصولی روی این مسئله بکنه که دیگه نه صرف برای چین و روسیه که روی جمهوری اسلامی سرمایه گذاری بکنن، یعنی حق و حقوق بلندتری و بالاتری به اونها بده، مسلم بدونید که چین و روسیه هیچ وابستگی عمیق ایدئولوژیک به جمهوری اسلامی ندارن که بخوان برن پشتش ازش در دراز مدت و استراتژیکمان حمایت بکنن، خودشون رو عقب خواهند کشید. خب بله، از باب ایدئولوژی که نه، اصلا امروز دیگه کسی بحث ایدئولوژی نمیکنه، بلکه همه بحث بر سر پوله که چقدر من منافع میبرم توی این داستان، صحبت منافع است. بنابراین جمهوری اسلامی رو شما در شرایط بنبست میبینین؟ شما بنبست کامل، یعنی همین کارهایی که با خودشون دارن میکنن. شما اگر توجه بکنید ببینید، وقتی که من میگم نمیتونه رژیم جمهوری اسلامی آزادی بده در رابطه داخلی، اگر شما بگید به مثلا رژیم رفته به توافق رسیده با کشورهای پنج به علاوه یک، با چین و روسیه و خدمت شما هست آلمان، تمام اینا به توافق رسیده، گفته که ما بردیم اصلا خدمت شما هست مذاکرات ترکیه رو، مذاکرات عراق رو هم فردا خواهیم بود، میگم بارکن همینجا نگرش دارید. شما بیاید توی جامعه همین توافقی رو که با اونها رسیدید با خود نیروهای درون خودتون هم برسید، یعنی این که به آقای کروبی و به آقای حسین موسوی 2% به توافق برسید، نمیتونن برسن. اگر این 2% رو به توافق برسن، یعنی 2% باز کردن. 2% با آقای رفسنجانی به توافق برسید، نمیتونن برسن. یعنی به عنوان رفسنجانی میتونن بذارن اونجا به عنوان خدمت یک مترسکی که کل نظام و استرکتورش نریزه. رفسنجانی هم بسیار خبرتر از اونه که بخواد کاری بکنه که کل نظام من حیث المجموع از بین بره. حتی خود خاتمی که بارها گفته من نیومدم اینجا که این نظام رو از بین ببرم و یک نظام دیگری برقرار بکنم. ما آمدیم گفتیم که اگر تازه این نظام سرکوب میکنه بکنه، ولی به حرف ما هم گوش بکنه. این صحبت ایناست. حتی تو این نوع توافق هم به اینا با توافق نمیرسن و پسشون میزنن میذارن کنار. پس هیچ توافق بین المللی در ازای توافقات ملی وجود نخواهد داشت. موقعی رژیم میتونه توی توافقات بین المللیش و خارجیش به توافق برسه که در توافقات ملی به نتیجه رسیده باشه. به اینا نمیتونن برسن. حالا بگذاریم از این که مثلا نیروی چپمون چیه، نیروی سوسیالیستمون چیه، نیروی کمونیستمون چیه، نیروی حتی خدمت شما مثلا لیبرال مذهبی مجاهدینمون چی دارن میگن اینا، با اینها به توافق برسن قربانش بروم. مجاهدین رو توی عراق هم نمیتونن تحمل بکنن، بایست خدمت شما از اونجا بره. وزارت خارجه خدمت شما چه چیز گفته که مجاهدین اگر برن توی آذربایجان یا برن خدمت شما مثلا توی شمال خدمت شما هست کشورهای مختلف از نظر اردن و فلان از یرفا ما نمیپذیریم، رابطمون خراب میشه. بابا شما با کروبی نمیتونید به توافق برسید، با مجاهدین میخوان به توافق برسید، با نیروهای سوسیالیست و چپتون میتونن میخوان به توافق برسید. شما در زمینه ملی به هیچ توافقی نمیتونید برسید و به این خاطر در چارچوب بین المللی به هیچ توافقی نخواهید رسید و توافقی صورت نخواهد گرفت. یعنی شما قاطعانه میگویی که چون این در داخل مسئله داره نمیتونه مسئلهش رو تو داخلش حل کنه، طبیعتا مسئلهش رو در بیرون هم نمیتونه حل بکنه. ولی خب یه چیزی که این وسط وجود داره این استش که همه اینا همجور که شما اشاره کردی در موقع به خطر افتادن کل نظام اینا همه به هم جمع میشن، پیوسته میشون. خب و اونجا حالا نقش نیروهای اپوزیسیون رو چجوری تعریف میکنی؟ نیروهایی که مثل شما فکر میکنن اینا خواهان سرنگونی نظام هستن، وضعیت اینا رو چجوری میبینی؟ ببینید رژیم با تمام قوا سعی کرده تا به حال تو این 33 سال اختلاف بندازه، خدمت شما ارشد از هم بپاشه، نفوذ کنه در درون خدمت شما نیروها، بدبین بکنه، سیاه بکنه، کدر بکنه و تمام این کارها رو کرده.
و ضربات بسیار شدیدی هم زده به تمام اپوزیسیون. شما از بعد به انقلاب که نگاه بکنید، از سازمان چریکهای فدایی بیاد تا خدمت شما رسد امروز، ببینید به کجا رسیدیم و این شاخه هایی که به وجود آمده توی نیروهای به اصطلاح حتی چپ، میبینید که خدمت شما رسد واقعا وحشتناکه. یکی در این طرف، یکی در اون طرف، و مسائل خدمت شما رسد گنگ و مبهم در خیلی از مقاطع تاریخی پیش رفته. ولی من حیث مجموع من فکر میکنم که اپوزیسیون ایران خوب وایستده. چرا؟ به این خاطر که غیر از خدمت شما رسد تعدادی و دستی از گروه هایی که واقعا همکار جمهوری اسلامی بودن و جزو نیروهایی هستن که مثلا در زندان ها همکاری کردن و بعدن هم توی سیاست های بین‌المللی باهاش همکاری کردن، اینها نیروهای دیگه نه، ایستادن، شاید امکان نداشتن، شاید حتی خدمت شما رسد تجهیزات نداشتن، ولی روی پاشون وایستادن و حتی اگر شده با یک تظاهرات، حتی شده اگر با اعلامیه، اینها نیروی چپ ما یا نیروی اپوزیسیون ما یک نیروی بالفعله که به محض باز شدن یک فضای کوچک، اگر یادت باشه در زمان شاه همین اتفاق افتاد، یعنی شما اپوزیسیون نمیدیدی، شاه کوبیده بود و خدمت شما رسد حزب رستاخیز رو عنوان کرده بود، از یک طرف هم خدمت شما رسد آخوندها رو در کنار خودش داشت و توی تمام خانواده ها پراکنده کرده بود، هیچ کس نیروی اپوزیسیون نمیدید. چجوری شد به محض اینکه یک دفعه خدمت شما رسد شاه افتاد، تمام نیروهای اپوزیسیون اومد رو و مشخص شد که پتانسیلی که توی جامعه نیروی چپ و نیروی خدمت شما رسد مترقی و رادیکال داره، یک پتانسیل فرا از اون چیزی است که در ذهنهای ما امروز میتونه بگنجه. من به نظر من یک سرکوب شدید بر روی مردم ایران، اهم از کارگران، اهم از زنان، اهم از اقلیت‌ها، اهم از مذهبی و خدمت شما رسد قومی، باعث این شده که مردم ایران این پتانسیل رو برای رسیدن به آزادی به تمام اکمل بخوان. ما زنان ما مثل رژیم جمهوری اسلامی در گذشته اینقدر واقعا آگاهانه عمل نمی‌کردن، امروز خیلی آگاهانه عمل می‌کنن، امروز خیلی دقیق عمل می‌کنن روی جمهوری اسلامی، حتی با لاک ناخنشون، همونطور که در گذشته مثلا فردن در حمله اعراب مردم میشستن و خدمت شما رسد اعتراضات خودشون روی گلهای قالی و رقص گلهای قالی به عرب نشون میدادن، امروز زنان ایران چنان حمله ای میکنن از صبح تا شب توی خیابونها با رنگ لباسشون، با لاک ناخنشون، با رنگ موشون، با انواع اقسام خدمت شما رسد فانتزی هایی که توی وجودشون داره که برو تماشا بکن. این فضا اگر به وجود بیاد، به نظر من نیروی اپوزیسیون سریعا در عرض کوتاه مدت خودش نشون خواهد داد. امروز شاید یک مقداری نبینیم یا کمتر ببینیم، ولی وجود دارن، این پتانسیل وجود داره، پتانسیل هم انفجاری هست، منم خیلی بهش امید دارم. خب بعد منتظر بشیم که اون فضای به وجود بیاد، یا بعد به نظرت بعد یه راهی رو باز کنیم که برسیم به سمت اون فضا؟ این دوتا معقوله، یکی بحث دترمینیسم تاریخیه که روزگاری این تو اندیشه چپ خیلی جاری بود که آقا بالاخره جبران به این سمت خواهد رفت و بالاخره ما از سوسیالیسم به مرحله کمونیسم خواهیم رسید. حالا فکر میکنی که این اون اندیشه گذشته غالب بوده، دترمینیسمی، فکر میکنی ما باید همچنان منتظر فضا باشیم؟ چون حتی ملی مذهبی های ما هم الان امروز همینو میگن، میگن فضا بسته است، چون فضا بسته است کاری نمیشه کرد، ما منتظریم که فضا باز بشه و وقت حرکت میکنیم. آیا باید منتظر نشست یا باید حرکت کرد به سمت باز کردن فضا؟ همین کاری که امروز خودت سعید داری میکنی در رابطه با بنده، من دارم میکنم با تلویزیون آسوست، شما داری میکنی با تلویزیون اینترنتی و ده ها و هزاران نفر که در روابط مختلف دارن انجام میدن. یعنی اینکه ما معتقد نیستیم به صبر نشستن و خدمت شما رسد اینکه خودش زمان یک جوری بیاد که درست بشه، یک بادی بوزه و بعد مثلا فردن ما بریم توی فضای تغییر. نه، ما اتفاقا به هر فرمی که میتوانیم، هم از مثلا فرهنگی یا سیاسی یا حتی خدمت شما مثلا نظامی، اگر نیروهایی هستن، به نظر من هسته های سرخی که از اولین کارهایی که بایستی خدمت شما تو ایران بر علیه رژیم جمهوری اسلامی عمل بکنه، امروز اگر سرکوب شدید است و نمیشه خدمت شما مثلا هسته سرخ را انداخت، اگر نمیشه بر علیه رژیم جمهوری اسلامی مبارزه قهری و مسلحانه انجام داد، اون فرم ها رو خود مردم ایران بایستی تعیین بکنن و ببینن که با چه فرمی. اگر مثلا فردن زنان ما میتونن رژیم رو واقعا به اینجا بکشوننش
که براشون نیروی نظامی توی خیابون‌ها پیاده بکنه، خب دارن عملیات نظامی انجام میدن. هسته‌های سرخن، تک تک زنان ما هسته‌های سرخن. و اتفاقا زنان ما به عنوان نیروی اول انقلاب، نیروی پیشتاز انقلاب، دارن خدمت شما هستند برای رسیدن به آزادی و دموکراسی دارن عمل میکنن. اینقدر این زنا رو میگیرن، میزنن، کتک میزنن، این جیغایی که میشنوید توی خیابونا که نمیخوان سوار ماشین ها بشن، این همه خدمت شما هستند، گرفتن و جریمه کردن و خدمت شما هستند، از کاربر کنار کردن و کوبیدن و سرکوب و سنگسار، اینها همش دلیل بر این که جامعه فعال داره میجوشه، داره تکون از صبح تا شب داره خدمت شما رسد عمل میکنه، هیچ کس ننشسته منتظر باشه. ما اگر توی جامعه خدمت شما رسد مثلا دیپلماتیک دست داریم در خارج کشور، اومدیم عنوان کردیم با ایران مثل آفریقای جنوبی رفتار بکنید، مرتب عنوان کردیم. حتی من یادم سعید بعضی از این نیروهای چپ، بعضی توی جامعه رفته بودن خدمت شما ارشد، تظاهرات کرده بودن، تظاهرات آمریکایی و ضد جنگ و فلان از این حرفا که بود، رفته بودن تظاهرات کرده بودن حتی توی همین سوئد، و پشت خدمت شما حمایت از حسن نصر الله به عنوان چگوارای اسلامی، که من اطلاعی دادم و رفقای دیگه اومدن اطلاعی دادن، صحبت و تشکیلات از این حرفا شد، یک دفعه متوجه شدن و گفتن خودشون که بله ما اشتباه کردیم، رفته بودیم اونجا چون به هر حال یک نیروی ضد صهیونیستی بود و فلان از این حرفا، یک دفعه دیدیم از کنارمون پرچمای در اومد و عکسای در اومد که عکس آیت الله خامنه ای روش بود. متوجه میشین؟ خوب، حتی نیروی چپ ما چنین اشتباهاتی رو کرد، متوجه شد، ولی ما داد زدیم و فریاد زدیم که رژیم جمهوری اسلامی روی حسن نصر الله روی لبنان عمل کرده و این به عنوان یکی از مخربترین پایگاه‌های ارتجی با تا عمقش کوبیده بشه. به لحاظ سیاسی، به لحاظ خدمت شما ارشد دیپلماتیک، بایستی طرد بشه. نیروی سیاسی ما حق نداره بره پیش حسن نصر الله بگه نیروی ضد نیروی ضد صهیونیست، نیروی ضد امپریالیست و فلان از این حرفا، حق نداره این کار رو بکنه. چرا؟ چون اگر آزادی های نسبی سیاسی تو جامعه ایران رو هم در نظر بگیرید، ما حق نداریم بریم یکی کاری بکنیم. و رفتن نیروهایی کردن، ولی امروز به این نتیجه رسیدیم که نه، امروز به این نتیجه رسیدن که نه، درست میگفتیم، ما نباید این کار رو میکردن و امروز برگشتن. پس ما وای نستادیم، نه تنها در این موارد، خیلی در خیلی از موارد دیگه، حتی آزادی بیان. من یادم خدمت شما هست 25 سال 30 سال قبل، موقع که رژیم جمهوری اسلامی خمینی اومد مطرح کرد اون فتوای کذاییش رو برای جان سلمان رشدی، من عضو انجمن قلم بودم و آقایی به نام یان میردال که یک نویسنده 80 ساله سوئدی و ماویست بود، اومد اعلام کرد که این فتوا کاملا درسته، رفت پشت سر به اصطلاح فتوای خمینی بر علیه جان سلمان رشدی. من سریعا اعلام کرد، گفتم من توی انجمن قلم دیگه نمیشینم، من کنار نویسنده‌ای که بخواد بیاد یک نویسنده دیگر رو که حق داره هر چی دوست داره در مورد هر مذهبی که دوست داره بنویسه اعلام بکنه که ایشون بایستی خدمت شما کشته بشه به فتوای آیت الله خمینی، من نمیشینم. من از اون انجمن رفتم بیرون و بعد از 10 سال تقریبا انجمن خالی شد، 300 خورده آدم آمده بود بیرون، تا مجبور شدن این آقا رو خلعیتش بکنن از انجمن قلم. این آقا میرفت تو خدمت شما رسد توی چیز، میرفت توی پاراتهایی که آقای رفسنجانی درست میکرد برای 22 بهمن، میشد اونجا و سان میدید. و این نیروی ماویستی ما بود، از یک طرف از چین حمایت میشد، از یک طرف خدمت شما از رژیم جمهوری اسلامی، از یک طرف ما رو اینجا میکوبید روی مسئله این که میگفت شما کرواتی های خدمت شما هستید آمریکایی هست، ما رو به عنوان آزادی خواه قبول نداشت، دوست داشت مثلا فردن پیرهنهای ما پیرهن نوع یقه شیخی باشه. و خدمت شما هست از صحبت هایی هم که میکنیم و این جملاتش میگفت توی روزنامه سوئد نوشته بود از موقعی که استرکتور سیاسی در شوروی سابق فرو ریخت، ما یک پرچم بیشتر نداریم و اون پرچم ضد امپریالیست آیت الله خمینی، همه باید بریم زیر پرچم سینه بزنیم. ما با این نیروها طرف بودیم، یعنی از انجمن قلم گرفته تا حسن نصر الله، تا خدمت شما هست جامعه جهانی، تا بمب اتم، تا اینکه ارگانیزه بکنیم نیروهای فرهنگیمون رو، بیاریمشون توی صحنه، بگیم ما چی می‌خوایم، نیروی سکولار چه می‌خواهد و در مقابل چه نیروی ایدئولوژیکی وایساده که از صبح تا شب داره سرکوب میکنه که مردم برن تو کفشاشون و توی غم و اندوه و اینها زندگی بکنن. ما موفق شدیم. به نظر من رژیم جمهوری اسلامی که اومده بود مثلا یه خلیفه‌گری 1000 ساله به وجود بیاره، در عرض 30 سال
به اینجا به حضیز ذلت رسیده که حتی با کروبی‌هاش نمیتونه به توافق برسه، حتی مجاهدین بدون سلاحش رو نمیتونه پشت مرزهاش بپذیره، و این رژیم نمیتونه با زنهای خودش به توافق برسه، نمیتونه حتی با لاک ناخون اینها به توافق برسه. چجوری میتونه با جامعه بین‌المللی به توافق برسه؟ هر کس بگه دروغ گفته و هر کس بگه واقعا خطوط رو برداشته برده به جای دیگری، این رژیم کاپاسیته موجودیت و وجود در و حضور در جامعه جهانی رو ندارد و بایستی برود. بسیار ممنون و متشکرم از شما. اتفاقا همین ماجرایی که میگی در آمریکا هم در مورد این مرد احمدی نژاد صورت گرفت، یعنی مثلا همین چپای آمریکا رفتن دنبال احمدی نژاد به خاطر اینکه احمدی نژاد رو سمبل مبارزه با مثلا امپریالیست رو یا زورگویی جهان غرب معرفی میکردن، ولی یواش یواش اونا هم متوجه شدن، یه جورایی بالاخره دیدن که نه، اتفاقا این ماجرای جنبش سبز که پدید آمد و سال 88 خیلی چیز بود، خیلی خوب بود از یه بودی که نشون داد که اینا در داخل مملکت یا مثلا اون لحظه در حقیقت مرگ رو که مردم روی صفحه دیدن، ماجرای قتل ندا که اون دختر جوان، هم دختر بود هم جوان بود هم زیبا بود، با مرگ رو مواجه شد، خیلی موثر بود در این که این در این فروریزی که ببینن که آقا اینا در داخل خودشون چگونه رفتار میکنن. بنابراین اینا فقط حرفای پوپولیستی است که میزنن و درسته. معذرت ممنونم آقا، امیدوارم فرصت دیگر باشد دوباره با شما در این زمینه ها گفتگو بکنیم. ممنونم از حضور در تلویزیون میهن. تقاضا میکنم سعید بهبانی عزیز از شما در آمریکا و از بینندگانی که تا این لحظه با ما بودن به امید دیدارت و همکاری های گسترده تر. قربانت برم، مرسی، متشکرم. شب شما هم بخیر. به هر حال گفتگوی ما بود با آقای نوید اخگر. امیدوارم که به هر حال در ابتدای برنامه قدری از باب صدا و تصویر نقص داشتیم، ولی خوشبختانه اون رو هم برطرف کردیم دیگه. راست میگفت آقای اخگر، مقصرش ما بودیم اینجا و ایشون هیچ گناهی در این داستان نداشت. حالا بعد راجبش توضیح خواهیم داد. ممنون و متشکرم، تا فرصت دیگر که دوباره در خدمت شما خوبان باشیم. متشکرم.